سمیناری دو روزه با عنوان امام حسین علیه السلام مظهر هماهنگی مذهبی و صلح با شرکت اساتید و دانشجویان و با حضور نمایندگان مذاهب مختلف و وزیر آموزش عالی ایالت پنجاب در دانشگاه وومن کالج شهر لاهور برگزار شد. پروفسور سارا شاهد رئیس دانشگاه، پروفسور فلیح کاظمی رئیس دانشکده زبان فارسی سید رضا علی گیلانی وزیر آموزش عالی ایالت پنجاب مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد امام و خطیب مسجد لاهور سردار کالیا سینگ کالیا از آیین سیک پروفسور جی سی کالج کشیش برجسته کاتولیک شهر لاهور و میا اقبال صلاح الدین نوی پسری علامه اقبال لاهوری شاعر نامدار مشرق زمین از شخصیت های شرکت کننده در این سمینار بودند سردار کالیا سین کالیا متفکر آین سیک با اشاره به نهزت سید و شهده علیه السلام تیه سخنانی گفت امام حسین علیه السلام به ما درس صبر و تحمل عزت و کرامت می دهد و آموزه های وی می تواند دلیل محکم برای زندگی اقشار مختلف در کنار یکدیگر در پاکستان باشد روحانی کاتولیک نیز درباره امام حسین علیه السلام بیان داشت که این شخصیت بزرگ سمبل افتخار، شجاعت و عزت است. او با حبشی دانستن حضرت فز خاتون و مسیحی دانستن یکی از غلامان سید و شهدا علیه السلام واقعی آشورا را متعلق به همه انسان ها دانست. مولانا عبدالخبیر خطیب مسجد پادشاهی لاهور نیز اسلام را دین صلح معرفی کرد و از نقش غیرقابل انکار امام حسین علیه السلام در ترویج معارف اسلام حقیقی یاد کرد. در پایان این سمینار نیز سید رضا علی گیلانی وزیر آموزش عالی ایالت پنجاب بیان داشت که نه تنها مسلمانان بلکه پیروان تمام ادیان به این امام شهید شیعیان ارادت و عقیده دارند و همگان می توانند با محور قرار دادن امام حسین علیه السلام به نوعی با یکدیگر به اتحاد برسند